گاهی متوجه شده هموطنهای عزیز ما و دوستایی که ما را میبینین و میشنوین که چرا طالب اولویت جهان شده؟ البته نه طالب اول، طالب 30 سال پیش که زیر رهبری ملا عمر بود یک طالب بود و طالبی که امروز زیر نظر ملا غیبت الله است یک طالب است. تفاوت های بسیار زیاد میان از این دو طالب هستند که در او وقت طالب تازه یا از پیریزی کرده بودن، شکل و ساختار برنامه ایشه تجربه های زیاد در مورد از او نداشتن، نابسامان یا زیاد از او رو سر زد و بیشتر اقتدار به دست خود طالب های درون کشوری داده بودن و بعد متوجه شدن که درون طالب های درون کشوری یک نوع براینده مردم دوستی خونه حداقل گرایش وطنی خود دارن، حداقل در مناطق خودشون و نمیخواهن گاهی هم هدایات پاکستان و امریکا و دیگر عملی کنن. به خاطر در دور دوم این نابسامانی ها را از بین بردن و رهبری طالبا را خودشان از بیرون در دست گرفتن و در داخل ایادی خدا به نام طالب افغانستانی یا کشوری ما فرستادن. چرا طالب اولویت داره؟ به خاطر از این طالب اولویت جهان است که در جهان امروز هیچ کسی برای یک ساختار هستی ساز واقعی برای کشورهایی که نامش جهان سوم ماندن کار نمی کنن، مثل کشور ما و شما. در یکی کشورها و در کشور ما یا بیشتر به نیستی سازی کار میکنن تا هستی سازی. برازیا تفاوت نداره که راه جنگ از کجا میگذره و از گلوی کی میگذره، کدام ما را نابود میکنه و کدام ما را اسیر میکنه و مبخشید نادار و ناتوان و معیوب و معلول می سازه، کشور ما را نارام می سازه و ایران می سازه، از کاروان جهانی ترقی پس می مانه و و و کارهای دیگه. و اون لحاظ کشورهایی مثل کشور ما در جمله آزمونگاه ها و آزمایشگاه های نبرد های نیابتی قرار می گیره. در زمانی که مثلا طالب در منطقه به عنوان یک نیروی مطرح وارد می ساخته می شه، او نشانه قدرت خود طالب نیست، نشانه همگرایی کشورهای غرب نسبت به طالب است، نشانه کشورهای منطقه به خاطر برآورده شدن اهدافشان و جلوگیری از جنگ و نابسامانی در کشورهای خودشان و فرستادن جنگ در داخل کشور ما به خاطر آرامش خودشان است. در این نوع تصامیم هیچ نوع افکار واقعی شهروندی نسبت به مردم افغانستان امروز وجود ندارد. کشور من و شما به دلیل از این آزمونگاه تمام آموزش های پرورشی طالبانی و تروریستی است که شرق و غرب کلشان یا میخواین خود از بلای که انتظارشان میره دور داشته باشن و کشور ما را در اینجا درگیر بسازن و مردم ما را همچنان درگیر بسازن. در این درگیری هاست که ما و شما پیوسته جان میباسیم، کشور ما ویران میشه، صنعت نداریم، مدنیت نداریم، تحصیل نداریم، تعلیم نداریم، آنچی داریم هر همه چیز به مبنای قرائت است که آیسای CIA، انتلیجنس سرویس انگلیس و و و دستگاه های مختلف کشورهای مختلف برای طالب می آموزن تا در کشور ما عملی کنند. در سیاست های کشورهای امروز در جهان نسبت بر افغانستان امروز و نسبت به کشور من و شما چیز به نام حقوق شهروندی، حقوق مردمی، حقوق زنها، حقوق تعلیم و تربیه و اطفال و گپا، همه چیز حقوق بشر وجود نداره. همه آنچه وجود داره به عنوان یک شعار
روی یخ نوشته شده و در آفتاب گذاشته شده است و ما شما عملا میبینیم. این سیاست ها در مناطق مثل غزه و فلسطین و انیا همچنان ادامه داره. ما با کشورهای دیگه کار نداریم و میبینیم که وضعیت در چی حال است، ولی در افغانستان امروز و در افغانستان و ایران شده ای که به دست خود ایادی غرب و ایران شده روان است و ظلم و ستمی که در بنام طالب در کشور ما روان است علیه مردم ما به او می پردازیم. طالب نیروی نیابتی جنگی است، ولی هرگز نیروی نیابتی جنگی مستقیم و با تجربه و دلاور جنگی در جنگ جبهات جنگی نیست. باید داشته باشین که زمینه سازی فرصت آمدن طالب و سپردن قدرت بر از او نه به مبنای مهارت جنگی که بوده که طالب داشته. درست از طالب نیروهای عملیاتی انتحاری داشته. در عملیات های انتحاری از یا بیشتر و بیشتر مردم و شهروندای ما و شما و مردم عادی هدف گرفته شدن، مکانهای عادی هدف گرفته شدن، نه مکانهای نظامی، یا توان مقابله با نیروهای نظامی را نداشتند. طالبهایی که چند گونه حال هستند، کسش پیرو ایران، کسش پیرو هند، کسش پیرو روسیه، کسش پیرو چین و کسش گماشته شده امریکا و همه از یا در نهایت کلشان مزدورای استخدام شده هستند. با اول از هسته که وقتی که زور از یا برای ساختارهای دفاعی و مقاومتی افغانستان نمیرسه یا دست به دامان بادارای خود میباشند. شما میفهمین که یک ساعته خرچه یک جمعیت بزرگ جنگجو برای یک کشور مثل افغانستان و مثل کشور ما و شما بسیار پرهزینه است و به غیر قابل اکمال کردن است تا ای که یک نیروی یا نیروهای مکمل در پشت از یا نباشه. این نیروها کی هستن؟ این نیروها امریکاست، این نیروها انگلیس است، این نیرو اروپاست، این نیرو ایران است، این نیرو پاکستان است. پاکستان نیابت عمومی کلاگیر به عنوان ژاندارم انگلیس در منطقه داره و حالا هم از امریکا و اروپا و همچنان چین و ایران و هند که در این مورد با طالبا هم نوایی دارن، نه به خاطر از این است که یا طالب بسیار دوست دارن، به خاطر از این است که یا طالب از مواضع و سرحدات خود دور میکنن، امتیاز میتشانه، امتیاز میگیره از پیششان و در مقابلش اجازه میتشان که هر آنچی در داخل کشور نسبت بر دیگر اقوام میکنن داشته باشن. با او خاطر یک نیروی استخدام شده عجیر با صلاحیت بیپرسان در داخل کشور ما و مزدور قد خم کننده برای خارج از کشور ما این نیرو است. طالب به این خاطر در بین مردم و در بین غربی ها و در بین مقامات غربی ها اولویت داره. او کشتن من و تو را به عنوان یک انسان ارزش نمیده، ولی او وظیفه خود برای یک امریکایی بسیار خوب انجام میده. در این وقت است که وقتی که کشورها میبینن دغدغه های خود پیدا میکنن، محاسبه میکنن که ما چطور میتونیم نیروی ارزان جنگی پیدا کنیم. لشکرکشی امریکا و اروپا و غرب به افغانستان امروز نشان داد که یا هزینه های بسیار پربار دارن، یک مصرف یک سرباز تا $100,000 و $200,000 و زیادتر ده سال می رسید و بعد از اون مصارف هم گفته دیگیر یاد داشتن، نتیجه هم صفر، تلفات جانی هم زیاد، مشکلات هم زیاد و از این تشکیلاتی که از این طالبه خودشون کتش جنگ می گدن خودشون تلفات خدا می دانن، پس دوباره امی طالبه رو آوردن سر من و شما در کشور ما حاکم ساختن. چرا طالب بیشتر از دیگر نیروها مورد بازپرسی
قرار ندارن، به دلیل از اینکه طالب یک نیروی نیابتی جنگی اجیر شده استخدام شده بین المللی رسمی است. امروز اگر امریکا پشت طالب نباشه، اگر آسیا پشت طالب نباشه، اگر افریقا یک بخشش یا مثلا از اروپا پشت نباشه، یا روسیه نباشه، یا دیگه نباشه، یا طالب چیز در مقابل کسی کرده نمیتونه. حتی در این نیروهای مقاومت این روزی ما شما یا کار کرده نمیتونن. ما ویژگی هایی را که بازار خریداری طالب بر ما شما در جهان ارزان دلچسب ساخته بر شما میگم. چی هست ویژگی ها؟ اول، طالب در کشوری که ما و شما هستیم، در کشور ما و شما و کشور همجوار ما پاکستان و خیبر پختونخوا، یک نیروی فراوان و غیر قابل خلاصی است. یه دیگه سه نسل است که تولید شده میره از مدارس، از مکاتب، از همه جایا کلشون جمع میشن و بالاخره لشکرهای به حساب را یا تشکیل میدن. دوم چی است؟ طالب در کشور من و شما البته مربوط به یک قوم خاص است. هم در کشور ما و شما و هم در کشور همجوار ما و هم در میانه بین دو کشور ما و شما که به نام قبایل آزاد میشن و یک بخشی هم از پنجابی های پاکستانی. اینا از بعد و تولدشان برای کشته شدن پرورده میشن، نه برای زندگی کردن. به اول از یا از تعلیم دور نگاه داشته میشن، از تحصیل دور نگاه داشته میشن، از مدنیت دور نگاه داشته میشن، نونمود رو عشی در تمام عیار تربیت میشن تا وقتی که کارنامه های وحشیانه بیافرینن. ما شما میدیدین آخرین تصویرهایی را که ما شما دیدیم که قطع چهار تا سر چهار تا قربانی یا فوتبال میکردن. نه اسلام عزیز. بخش سیوم از این، طالب غیر از جنگ و آموزش و ایرانگری دیگه چیزی را بر از این کسی یاد نمیده. طالب هم میگه که اینی راه است، اینی جنگ است، اینی راه بهشت است، اینی راهی است، اینی راه کشتی در بهشت میری و اگر نکشتی هم یا کشته شدی غازی میشی. بر از این دیگه چیزی را یاد نمیده. بنابراین این طالب اونم آموزهایی را که داره کل از این فکر میکنه که برای رای اصلی زندگیش هست، چونی از دوران طفولیت در میگفا گماشته شده. چهارمی هست که این طالب ها در مدارس دینی و خصوص در پاکستان و حالا در افغانستان و کشورهای دیگه، مخصوصا در کشورهای هم سرحد ما و کشورهای قبایل آزاد، با استفاده از دواهای روان برگردان یا دواهایی که خودشناسی را از میان میبره، این خودشناسی خود از دست میتن. اینا فقط در یک راهی که پرشان داده میشه دانون رو تربیت میشن و آموزش میشن، چون روان برگردان استفاده کردن برشان و ذهنشان چیز دیگه را غیر از جنگ و خشونت و آنچی ها مختن نمی بینن. در جهان دیگه کسی این کار نمی کنه. هیچ داوطلب حاضر نمیشه در دنیای دیگه که این کار را بکنه و به این رقم بره یا فرزندهای خود را روان بکنه. حتی در جهان گذشته که در جنگ های صلیبی بود و در گذشته ها هم امی مدارس و امی چیزهای کلیساها هم امین و روان داشتن، ولی برای جنگ ها بیشتر ما مورد اطفال و یار مورد آزمایش قرار می دادن و موارد دیگه هم در موردشان بود که در کشور ما و در پاکستانی گفت بسیار رواج است. البته در کشور ما در مناطقی که مدارس هست و در متاسفانات کلش در مناطق جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان است. طالب در بخش پنجمش چی داره یا چهارمش چی داره که در مدارس دینی یا در زمان آموزششان یا پیوسته از طفولیت تا دوران بلاغت
یا مورد تجاوز و شکنجه های جنسی قرار می گیرن و یا کهیری که کار می کنن استادایشان به نام ملاهای بزرگشان. ما شما همه ده ها و صد ها تصویر دیدیم که یا همی کارها را می کنن و یا در ایجا وقتی که هوشیار می شد طفل مثلا میره ده 8 سالگی ده سالگی ده اونجا ده مدرسه و بعد مورد تجاوز قرار میگیره، از تجاوز که خلاص شد و ایستا ایستا تا زمانی که هوشیار میشه، هوشیار که میشه وقتی که با خود میاد چیزی از دستش نمیه، از این آدم یک آدم با کینه و نفرت به وجود میاد. بر از او دیگه اس انتقام بسیار زنده میشه. او به جایی که بازی انتقام بره از استادای خود از متجاوزین بگیره، به اساس همون ذهن برگشته شدهش میاد در جبهات جنگ بر علیه دیگه مردم جنگ میکنه و به عنوان یک هیولای وحشی تبدیل میشه. به او خاطر است که غرب در سالهای پسین به این متوجه شده که بسیار نیروی ارزان کاری پیدا کرده به خاطر کشتار و زدن و بستن مردم در حوزه کشور من و شما و استفاده از یا برای اهدافشان. طالب از بعد به تولدش چیز را به نام مهر و عاطفه و محبت مادری و پدری و خانوادگی و قومی ندیده و نمیبینه. هیچ چیزه. او فقط از روزهایی که تولد شد به نام جهاد و اسلام و دین و این و این و آن به مهری بسیار کلان کلان میشه. بر از او عاطفه، مهرورزی، انسانیت، دل صله رحم داشتن ایگپا نه آموختانده میشه نه برش داده میشه. بنان او چیز را با این نام ها هیچ وقت نمیشناسه. مهم دیگه این کاری که از در مورد طالب حربی استفاده نادرست دینی در مورد طالب است. درست؟ این از روزی که تولد میشه تا زمانی که به زمینه آموزش و پرورش ابتدایی میرسه در خانواده پدری و مادریش و از هر کسی که آموخته یک چیز در آیه در گوش از یا خوانده میشه به نام شهادت در آیه دین. بیشتر خانواده هایی که این طالب ها را تربیه میکنن یا دین یک حربه ساختن بر اولادای خود، یک دام ساختن برای به دست آوردن پول در مقابل آزادی و کشتن خون پسرشان برای دریافت یک منبع انگفت. انگفت هم قدر نیه، یک پول، یک مقدار پول. و اون از یا از زمانی که آمدن میگن که ما شما باید شهید شوین، شما باید در راه اسلام شهید شوین، این کنین، این کنین، آن کنین، به خاطر از اینکه ذهنی بچه آماده شوه، جدا از اینکه باز در مکتب ها و در مدارس میرن چی کارهایی را برازی ها میکنن و چی چال و نیرنگ و فریب را برازی ها یاد میتن تا یا در برداشته باشن کشتن و کشته شدن یاد بگیرن. به او خاطر یادگه چیز به نام مهر و محبت خانوادگی ندارن و نسبت به دگه ها هم بسیار بیرحم میباشن. و ای از که وقتی که خانواده نسبت به فرزندش بیرحم شوه و او را به خاطر به دست آوردن چهار روپه به قربانگاه بفرسته، نتیجه شمی است که امروز لشکر بزرگ نیابتی برای کشورهای مثل امریکا و اروپا و آسیا پیدا شده در منطقه جنگی. به او خاطر مثلا شما فکر کنین یک انتحاری را یا میتن برش یک لگ روپه کلدار، یک لگ کلدار برای پاکستانی، برای خیبری، برای یک پشتون خیبری بسیار زیاد است. در اوجه که ما شما میبینیم اناله در مقابل یک لکلدار یا تمام زندگی یک انسان که اولادشان است و خونشان است یا برباد میکنه. طالب برای در اینجا یک تجارت بسیار کلان نه کلانهای طالب دارن. مثلا من براتون میگم طالب برای قرارداد میکنه برای یک کشور با امریکا، مثلا برای یک ساختار جنگی انتحاری در اعضای هر یک
انتحار مثلا 100 هزار دلار میگیره یا 50 هزار دلار میگیره یا 10 هزار دلار میگیره، درست؟ در مقابل ای برای خانواده از این آدم میده 1 لک کلدار، کمتر از 1500 دلار میشه. متباقی از این اگه 20 هزار از 18.5 هزار از این در جیب عزیز، اگه 1 لک از اینا شما حساب کنیم که چقدر از بهمی سیستم، سیستم تجارت است و این رهبرا به نام طالب و اسلام و دین یا تجارت میکنن با خونه هم تبارای خود، هم زبانای خود. ای بیشتر کل از یام از خیش و قوم و کاکا و تربور و دکازوی دکاکازوی دخالزوی است و اقوام بیچارهشان کنه بازوا افتخارا میکنه که بچه ما انتحاری کرده یا کشته شد. برای طالب مهم است که در هدفش برسه، بر هدفی که تعیین کرده بادارش برش، درست؟ این هدف، هزاران هدف برای رسیدن برای هدف اصلی خود، در راه خود هزاران هدف غیر نظامی را یا از بین میبرن، مثل که ما شما دیدیم در راه ترور، در راه انفجار، در راه انتحار هزارها انسان ما و شما و هموطن ما و شما را یا در راه ها و در انفجارگاه ها و در هر جایی که خواستن شهید کردن، به پرسان و به دگه و به دگه. برازی ها مهم نبود که چی کنن، بیشتر اون برازی ها هدف رساندن مهم نیست، غوغا برپا کردن مهم است، غایله برپا کردن مهم است. به اون لحاظ بوده که ای کارا را کردن و یک نیروی را که برش بیتی، مثلا تو برو برازی یک لکلدار بدی و مردکه میره پیسر به خانه خود میده، خودش هم یه بنام شهادت و 72 حور بهشتی و این و آن، هم خودم شهید خودم میکنه، مردار میکنه و هم هزاران انسان دیگر را کتی خود میزنه و برباد میکنه. مهم دیگه ای است که او طالب در فکر از این نیست که چی میکنه، کی را میکشه. مهم است که اون پیش آقای خود، پیش بادار خود سرخ روی شوه و بادارش بشه پیش بادار خود سرخ روی شوه. این مسئله است. خود طالب از بد و رفتن با آموزشگاه ها بسیار بیرحم و با قساوت چیز میشه، تربیت میشه و یه بیرحمی و بیقصاوتی از این است که کل از یاد در جنون آفرینی باب دندان امریکا متحدی نشان است. امریکا دیگه چیزی را نمیخواید. بحث ما در امریکا وقتی که میگیم یا در اروپا میگیم سیاست مدارایشان است، اما سیاست مدارای جنگ افروزشان، نه مردم عادیشان. دوستا گاهی سخنهای ما را غلط برداشت میکنن و میگن شما مردم را میگیم، ما میگیم که نه، سیاست مدارا ای است و مردم های ما باید بپرسن. مردم های از یک مثل ما آره گروگان طالب نیستن که از سوی امریکا ما گروگان داده شده مردم ما و ما حق پرسان نداریم. یا خب میتونن از سیاست مدارای خود پرسان بکنن که شما مربوط مصروفی چی کار هستین. خب باید ما باشه که تفاوت با میان نیروهای طالب کشوری ما و پاکستانی و خیبری با نیروهای مثلا یفگنی پریماکوف بسیار زیاد است، درست؟ یفگنی پریماکوف و نفرایش مردم هایی هستند که با تقاضاهای بلند و نیازهای بلند و قدرت مطلقه میخواین گایم و هر آنچه خواستن و قدرتمند بسیار بلند هستند. ولی یه طالبای امروز ما اون نیستن، یا بسیار با گردن پد از مزدوری خود مزد میخواین، از امریکا مزد میخواین و از اینه کم میگیرن. سنان از اینه را که افگینی پیراموکوف در یک روز یک جای بگیره، همه این طالب در یک سال دمه گیره از امریکا. اینی تفاوت هاسته که نیرویشن. خود بیشترم براتون گفتم که تجارت خون انسان، یک جوان بیخبر از جهان و آگاهی که از طفولیت بیچاره رو متو کلان میکنن تا که میرن برای
جان دادن میروانش میکنن، این خوبه بر ازیا منبع بسر آید کلان بره. مثلا ملا غیبت الله نیست، این دگاهش این میاش کلش یک بخش آید بزرگشان در پالوی قاچاق مواد مخدر یا صدور طالب هاست. و ما شما در گذاشته خواندیم که از اروپا رفته بودن که از نمید گذاشته های نزدیک آلمان رفته بود که از یا چیز بخره، نیروهای جنگی بخره به اوکراین. بنابراین وقتی که یک گروه اینقدر قادر میشه که یک نیروی بسیار عظیم را به خاطر فروش جنگ آماده کنه، شما فکر کنید که در کشور ما و شما و در کشور امی پاکستان و در خیبر بدعت و نادانی و جهالت چقدر بیداد میکنه و یه بیداد گریبانگیری کل ملت افغانستان شده در امروز. خود رهبرای طالبا بر از یا یک اصل بسیار مهمی که به این مسئله است که نیروهای قربانی از یا نیروهای بپرسان است. مثلا اسرائیل شما سعی کنین در هر تلفاتی که وارد میشه برش از سوی فلسطینی ها زیر فشار مردم میاد. وقتی که یک قربانی، یک اسیر اسرائیلی در نزد فلسطینی ها میباشه، مردم اسرائیل بیداد میکنن. اما در نزد طالب 34 میلیون اسیر است که از دقیقه شان نیست جدا از او. وقتی که جوان ها کشته میشن و مردار میشن و میرن و درس میزنن و خدا میکشن و دگارم میکشن، از یا کس پرسان نمیکنن. مرگ به پرسان آید فراوان، اینی از نتیجه کار که برای خود طالبا و رهبرای طالبا در کشور ما یک تجارت بسیار کلان است. و باید داشته باشیم که طالب نیروی جنگی اصلی نیست. در هیچ جبهه جنگی به صورت مستقیم تا که یا کمک نشند، حمایت هوایی و را نداشته باشن و به قرارگاه های خود نرسانانشون، 100 متر یا نمیتونن جای را برن بگیرن، چون یا جنگ دیده نیستن. نبردگاه ها، در آوردگاه ها، در جنگ محلات جنگ و در جبهات مستقیم اصلا یا برابر یک مرچه هم پیش رفته نمیتونن، یا اسیر میشن یا مردار میشن یا بالاخره نابود میشن یا بر میگردن. و به لحاظ وحشت را که یا ایجاد میکنن نزد امریکا و اروپا و کانادا و استرالیا یا بسیار مهم هستند. یک مسئله دیگه هم که هست، بسیاری هست که برای بیپرسانی طالب از ظلم و وحشت را که در داخل کشور ما برای نسل کشی آفریده و به حمایت امریکا، به حمایت ایران، به حمایت پاکستان، هر کدام از این از خود طالب دارن، به حمایت روسیه، به حمایت چین، یا یک نسل کشی بسیار منظم را در کشور ما راه انداختن و کل از این نسبت به این چشم پوشی میکنن و نمکر رقمی که در غزه و حالا در جنوب فلسطین و در اینجا چشم پوشی میکنن، عملا کشتار را میبنن، زدن را میبنن، بستن را میبنن، نابودی یک نسل را میبنن، نابودی یک گروه را میبنن، محروم شدن حقوق اجتماعی مدنی انسان ها را میبنن، ولی چشم خود خم مندازن. برد دیگه طالبایی است که در زمان امروز امریکا و متحدینش یا را افتوار یا را علنی گویا 40 میلیون دلار میده، در حالی که در پنهانی ها را هم تمام عواید کشوری را نرسید از یا مانده و هم کمک های دیگه میکننش. بنابراین طالب چیز نیست که به تنهایی بتانه کار را بکنه. طالب اگر در 5 دقیقه بتانه مقاومت با تمام جنگاورای مقاومتی بکنه، ما براتون میگم که ما دوباره از این گپای ما پس میگیرم. آنچه در میان طالب بسیار با ارزش است این است که بعض خائنای داخلی از دیگه مردم در کنار از یا قرار داره.
و هیسته که مردم از ضربه میزنن. و شما میفهمین که نمیاله. مثلا من براتون مثال میگم، در کشور ما شما در داخل افغانستان در شش درک کابل، شیر محمد کریمی رئیس ستاد ارتش، عبدالله وزیر دفاع سابقه و مثل از این صدها نفر دیگه هم یعنی مشاورین طالب هستن. بنابراین طالب یک هویت خاص است. برخلاف گفته حفیظ منصور، این به طالب یک قوم داره، یک گروه داره، یک هویت خاص داره، بر علیه دیگرها با استفاده از اون امکانات را که امریکا برش میسر کرده و متحدینش بر دیگرها حاکمیت میکنه. این حاکمیت از یه آیت راسته که حتی امریکا را ببینید که به خاطر منافعشان اصلا در فکر از این نیستن که یا خیمی طالبا را اسیر چی میگن تحریم کردن، تعزیر کردن، حکم گرفتاریشان دادن، سر از یه چیز موندن، جوایز متعدد موندن و با بسیار جوایز کلان 10 میلیون دلاری موندن. ایسو میرن این کار رو میکنن، در اون طرفش باز ببینی که برای کس دیگه یک دوسیه بدنامی دیگه جور میکنن. تو کسی را که خود تحریم کردی، تعذیر کردی، پیگرد دادی، کل کار کردی، کد از اون میشینی بر از اون نظام مصباری، یک کشور مصباری، یک ساختار، یک ملت در گروگانش میتی، ولی برای کس دیگه مثلا میرحمان رحمانی میری دوسیه سیاسی و نسکاتی رقابتی بازرگانی و قومی میسازی با استفاده از اون کارهایی را که یک قوم خاص در امریکا نفوذ داره. چرا؟ دلیلیشی است که ما نتوانستیم کشور خود ما را خود ما اداره بکنیم. ما همیشه با مصلحت ها پیش رفتیم، ما همیشه برای ساختارهای ساختگی پیش رفتیم. جهان امروز نباید متوجه از این نباشه که دیگه کشور ما بزنگاه نقض حقوق بشر باشه، نقض حقوق زنان باشه، نقض حقوق کودکان و اطفال مرد. مرد چه حقوق داره؟ مرد هم در اوجه یک اسیر است. خب کلگی در اوجه اسیر است. شما کل 34 میلیون ملت مردم اسیر یک گروه 20 هزار نفری کردین. هدفتان چی است؟ ما در کجای کار و معادلات سیاست های انسانی جهان قرار داریم؟ در ای جایی نیست. بنان برای خود جوان کشور ما، مردم کشور ما، بدون حس تعلق این لازم است که در پی براندازی ساختارهایی باشند که کشور ما را به این حال آوردن. مطالعات خود را روز افزون کنند در مورد شناخت طالبا، رابطه های طالبا، رابطه های جهان غرب با افغانستان، با کشور ما و کشورهایی که آزادی کشور ما را فدایشان میکنن، نسبت به یا باید تشکلات جدید به وجود بیاید و مبارزات کنمون رقم جریان داره، مبارزات گرم و سرد، یا باید در جبهات مطبوعات، آگاهی رسانی، نبردهای رزمی کل از این انجام شد. هر کسی که خواهان یک زندگی واقعا شهری و مدنی است، بدون حس تعلق باید غوغا برپا کنه و در مقابل ظلم طالب استاد شوه، در مقابل امریکا استاد شوه و خواستهای خود عیان بسازه. پیشنهاد ما برای کسایی که دیروز در حکومت ها بودن و امروز قومت ها رو ایجاد کردن و گوی از هر سو گپ میزنن این است که شما از خیمه های خوابگاهتان گپ نزنین. شما بیرون براین، شما به یک جای براین، در یک فرایند بسیار کلان خدا مطرح بکنین، برین یک قسمت از سرزمین ها را بگیرین، یک اراضی را به دستتان بگیرین، پیسه دارین، پول دارین، همه چیز دارین، برین خدا مطرح کنین، کشورتان آزاد بسازین، یک تاریخ بدنامی را کسب کردین، دوباره ای را پرتان از پس بگیرین. همه کس در کنار شماست. شما منتظر نزی نباشین که امریکا با شما چی وظیفه میده و شما چی کنین. هی میگین که حکومت مشارکتی، هی میگی که نشست با طالب، هی میگی، هی نمیگی که هویت ما چطور میشه، زادگاه ما چطور میشه، استقلال ما چطور میشه، میهن ما چطور میشه، مردم ما چطور میشه. در این حکومت مشارکتی تو چی میخوایی؟ چند نفرتان رئیس جمهور میشین؟ چند نفرتان پس وزیر میشین؟ چند نفرتان پس وکیل میشین؟
بالاخره شما چی خود کردین؟ تا بخش ازی که شما در پای یک ساختار اساسی نرین، مرد باری یا برین از تجزیه گپ بزنین، یا برین به فدرال خود جور نمیشه، یا برین از مبارزه در جبهات گپ بزنین، یا برین مردم حمایت کنین، یا جوانایی را حمایت کنین که در مقابل بیداد می جنگن.